لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باید افکار خرد را از فکر خارج کنید. الا خودم مادار کافی الا بی دلال بعضی فرماید تمام موجودات آدم آزنند سجده می کنند سجده می خدوه و الا یسجد من فی السماوات برای خدا خضوع می کند سجده می کند اون که در آسمان ها و زمین است طوعا و جرا چه بخواهد چه نخواهد زمین کوه خاک سجده می کند شعور کرده کرهنه به این دیگون اختیار طوعا مثل جن ملائکه جن انسان اینا که فهم دارن طوعا اینا که فهم ندارن کرهن همه خواهده هم تو خواهده هم چه بخواهده هم مشکل خود و درات خدا بخلق کن زمین ما بیشه چهار سال نیست، پنج سال نمیشه سنداخت نمیشه حاضر در پیش دوها همه خدا اما دلیل اقلاوی در این جهان مسلطه هر موجودی، هر ذره‌ای صفت دوام مسلطهی باید سنداخت نمیشه باید زمین نمیشه بگه نه علمان این بود نمیگردم یه اشمتی بخواهم زمین آقای در پیشگاه مقررات خدا قانون جاذبه قانون اصلاح حرکت زمین باشه به طور حاضر به طور بیچارگی به طور طور پیشگاه این قانون الهی است به من به سماوات و الارض و الان خیال کنی خودش آخر دون علی می‌گوید، گوی صبح آنی می‌گوید، چیزی نمی‌گوید هرچ می‌شه، گرایش، سمید، سایش سایه بول، تحت بول، کجا باید باید تو روانی شدید سایش، هم بجا آفتاب خوشی هست، سایش هم موجود چند باید سایه داره؟ اون تحت روانی انعکاس طبیعی تحت قوه نور و ظلمت یه قانونی داره قانون نور و ظلمت یه قوانینی داره یه قوانین طبیعی داره سایه چقدر باید باشه در این اتاق چقدر باید نور باشه چقدر باید اون اتاق کمتر باشه اون اتاق زیادتر باشه مثلا یا کمتر باشه این تحت یه قوانینی هیچ تخلف نداره شما اگر بخواهید که برخلاف طبیعت اتاق عقبی رو روشن‌تر کنی نمیشه مگر اینکه یک وسایل طبیعی بیاد که بعد روشن کنی کنه به علاوه بر خلاف طبیعی نمیتونی پس تمام موجودات حتی ظلال هم حتی سایه هاشون مطیع قوانین الهی است خدا چطور ذره بینی اول براتون بیان کرده میفرماید طوعا و شرحا و ظلال هم بالغدو و الاصال سایه هاشون به صبح و شب آسان یعنی نزدیک شب و میان آسان حالا پروردگار این آسمان زمین که تمام مکه ها بودن مد خدا همه به بارو که میده خدا پروردگار آسمان زمین خدا خالق آسمان همه نگه باشه که بگتن خدا گفت گزاره میخواد میدید که کنید گفت گزاره هم عبادت کنید مثل اون اینا شفیع خدا مقرب خدا اینا این بت‌ها مجسمه های پیغمبرها مجسمه های ملائکه مجسمه های اینا که اولیا خدا بوده یا برای که ما را نزدیک کنن ما به اون ارواح ملائکه ارواح انبیا ارواح اولیا متوسلیم این همین حرفا که امت ما میزنن قرآن هم گلاشون نبید قل من رب السماوات و الارض پروردگار آسمان زمین که قل الله خدا خودی جواب میده کسی نخونده جواب بده خدا خودی قل الله از این هم برمو خدا قل افت تخدتم من نونی و اولیا بگو آیا غیر از خدام سرپرست میگیرید الله هم اون سرپرست خودش مریض میشه نمیتونید مرد خودش دفاع کنه اون آیت الله که تو میگید ولی که همه هست اون خودش مریض میشه و مرد خودش نمیتونه دفاع کنه کجایی بابا جان؟ به من میگفتن که
شما بیاد متوسل به حضرت امیر بشه، متوسل به امام حسین بشه، متوسل به حضرت جان امام زاده بشه. گفتم بابا جان من مراتبم یه آیت الله، آیت الله حکیم مریض شد رفع این ویروس برای معالج، آیت الله خوبی مریض شد رفع این گرفتن برای ما که امیر رو اونجا بود. گفتم اونها استادن میدونن که یه خوارجیست طبیست بی خودی حاجت مرضشون از علی و حسن و حسین نمی کن. ولی شماها عوامی نگاه کنید اقلا به مرجعتون، مراجع تقلید شما هر کدوم در نجم مریض شدن بلند لندن شما چی میگید آقه؟ نمی فهمید؟ نمی فهمید جهنم بار کنم فراد فرماید که خود افتقتم من نونه ای اولیا، آیا گرفته ای غیر خدا؟ نونه ای غیر خدا اولیا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اون اولیا اختیار خودشون هم ندارن، مرض رو از خودشون نمیتونن دفع کنن، چه برسه به شما؟ لا یملکون مالک نیستن، برای چی؟ برای خودشون، برای خودشون، چرا برای خودشون، برای خودشون نکنه، برای شما، برای اینکه برای بختی برای خودش نتوانست برای شما هم نمیتونه. بهش میگم بابا علی در بد خود خدا لعنت کنه ابن ملجم و نتوانست خودش شفا بده، قضان دکتر یهودی آوردن گفت بله علی خودش رو نمیتونه شفا بده اما ما رو میتونه شفا بده، احنا فرده میشه پیدا شد مرتقدی میشه پیدا کرد، خدا خواست دوتا حالی کنه، خود الله هم نکنه نه انفاس هم خود برای خودشون هم مالک نه خود در هر نیست، تو میگی برای ما هست؟ خدای هم نکنه نه انفاس هم نفن ولا ذر را، این آیات خداست، بیایید با قرآن لج نکنی، بیایید های مسلمان های اسمی به قرآن لج نکنی، حرف خدا را بپذیرید. نه ما لجبازیم، جهنم که لجبازی همه تون بیدینی، کسی که با کتاب خدا لج کنه بیدینه، باید حتما برغی رو کوبید بیا بکن چی چی میشه میشه چی تو میشه خیال کرده که هند داشت 3 میلیون خرج کردن مسجد ما رو گرفت، همه تون برای همه خوشحال گرش گرفت تو مسجد رو گرفتی چی تو میشه این ها خیال کردن هند رو گرفتن چین رو گرفتن یه همچه مردمان ناقص العقلی که خودشون 10,000 مسجد دارن حق رو نتونستن بیان کنن، یه مسجد خواست حق رو بیان کنن فوری کوبیدنش که حق رو ظاهر کنن، تو مسجد ها دیگر هم شد حق رو ظاهر کنن، فقط تو مسجد من میخواستن حق رو ظاهر کنن و کردن حق ظاهر کنن. شما این ملت رو میگو آقای این 3 میلیونی که خرج کردن مسجد ما رو گرفتن به خدا قسم به چی هرچی شما همون دارد خدا رو قبول نداری که حضرت عباس کنید حضرت عباس قسم اگه 1,000,000 به خودم میدادن خودم با کمال ممنونی از اونجا میدادن نیم میلیون به خودم میدادن امروز احمدن اول نمیدن پیش خود ما که بگن آقا ما خود مسجد تو بگیریم چند میگیری بریم من برکه 3 میلیون کمتر بگیرم یه نیم بگیرم میگردم ولی اینا اینقدر اقلا داشتن که اقلا این کارو بکنم آقا داشتن میخواستم شما را ازیاد کنیم ما اجازی نشم آمدیم اینجا اینجا راحت تریم اونجا هر روز هوا هر روز فوش هر روز تلفون شب تا نصف شب راحت نبود تلفون مردم از فوش تلفون به ما فوش میدن آقا چرا فوش میدین؟ گفت شما سنی خدا سنی مگه به سنی بعد پیغمبر فوش گفت شما فوش میدین؟ مگر پیغمبر به کفار فوش میداد؟ مگر علی به کفار فوش میداد؟ ما تو زبونه میداشت زمین نیم ساعت دیگه یکی دیگه ما میشون زد در بسید اگه جواب که نمیدادیم ای دو مرزد سه مرتبه دیگه بود یک مردمان لجوج یک مردمان احمق یک مردمان متعصب که هیچ عقلی اصلا مثل که در خدا در اینا نیافرید باید نجمات کرد اونجا واقعا قسم خدا ما رو نجات داد
مسائل الهی شد. من ممنونم از خدا که برای آنجا نجات داد، خانه بهتری، خانه اونجا تمام آزراش خاک میگید ما نبودیم، خانه ما رو ببینیم تمام آزراش خاک میگید، راحت نبودیم، ولی اینجا الحمدلله آزراش خاک نمیگید. برحال بفرماید لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اینا مالک نیستن برای خودشون نه نفعی و ضری. چرا شما کوری؟ بله دارم گنجی چه کوری؟ بله هل یستوی الاعما و المسیر؟ بگوه به این غمبر و اینا آیا بسیر و یعنی بینا و کوری یکیست؟ چرا بینا نمیشی؟ یعنی شما همه کوری واقعا مردم کورن، تو چشم دارن اما ذهنشون کوره، فکرشون کوره، عقلشون کوره. بسر هم دو بسن، بسیرت هست و بسر، بسر مال صورت، چشم بسیرت مال عقله، عرضش بسیرت. قل هل یستوی الاعمى والبصیر گفته نه بوده والبصر، بوده والبصیر یعنی بصیر عقلی. اما هل تستوی الظلمات و النور، آیا مساویست ظلمات و نور؟ خدایا بس هست پروردگارا ملت ما رو به این کتاب آسمانی ما آشنا بکن. پایان خطبه اول نماز جمعه، شروع خطبه دوم نماز جمعه. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اله واحدا احدا فردا صمدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، أي بندگان خدا، عليكم بكتاب الله. أول كتاب خدا رو بفهمید، بعد كتاب دیگه. عليكم بكتاب الله، همه ما مسئول این کتابیم. روز قیامت نمیگن چرا فلان کتاب رو نخوندید، فقط میگن چرا قرآن، مسئول قرآنی از کتاب هایی مسئول نیستی، از هیچ رساله‌ای، از هیچ علمی، از هیچ کتابی مسئول نیستید دون از کتاب خدا. کتاب خدا باز خواسته فرماید که ام هل تستوی الظلمات و النور، آیا ظلمات و نور یکی؟ اینجا نور یکیه اما ظلمات چند تا؟ ظلمات همه زیاده، ظلمات اوهام، ظلمات خرافات، ظلمات این همه ظلمات، اما نوری هر یکی یعنی خدا همه جا نور رو یکی میاره ظلمات جند. ام جعلوا لله شرکا، بلکه اینها برای خدا شرکایی قرار دادن، ام بلکه جعلوا قرار دادن لله شرکا، خلقون که خلقه این شرک هایی که شما از حاجت میخواهید بگید هم خلق شدن چیزی که خلقه اینا اگه همه جمعشن یه بچه میتونن خلق کنن؟ نه. و چی بگید شما چرا بیدار نمیشید؟ خلقون که خلقه فتشاق به هر خلقه علیه اونا هم خلق شدن، خدا هم خلق شدن، حالا اشتباه شده نمیدونیم اونجوریه خدا داره میپرسه فتشاق به هر خلقه علیه قول الله خالق کل شد، خدا خالق هر چیزیست، خدا راست میگه نو. ما در کتابی نوشتیم نرسی از برایت خدا خالق هر چیز، هیچ پیغمبری نفت خلق آمدن در مقابل ما 25 کتاب دارا نوشتیم خواستن ثابت کنن که خیر خدا هم میتونه را بکنن. ببینید چه سعی دارن، هم من یک کتاب نوشتم خواستم ثابت کنن که خدا یکی، خالق یکیست. اینا 25 کتاب نوشتن که خیر خالق یکی نیست، همه اونا رو میخونن کتاب ما رو میگن حلال، اون کتاب اونا حلال، خوندن کتاب اونا حلال است و واجب، کتاب ما خوندنش حرام است. و این شب دین، این هم شب توحید، دلیلشون اینه، دلیل های بنده تون بود با چی؟ حضرت عیسی از گل یا مرغ ساخت، خدا بوده خواهد این دلیلش، یکی از دلیلاش اینه که از قرآن خواستن، از قرآن جانم ما رو بشکن. جواب اولش اینه که ما به خدا اینجا گفتم الله خالق و کل شد، حالا خدا راست خدا یا دروغ؟ اگر گفته
عیسی خالق جای دیگه گفت در سوره دیگه گفت عیسی خالقه پس این همه دور اول جواب اینه خدا توی دنیا قیز گفته خدا به درد نمی کنه پس برید اسلام رو برکنید اسلامی که یک آیه بگه الله و خالق و کل شیء در آیه دیگه بگه عیسی خلق کرده خدا به درد نمی کنه یا همه اینقدر در فهم نکنه هل یسر الاعمى والبصير يبصر یه فکر نکرده اون خاک اون آبی که عیسی گل کرده خالقش خداست اون مرغی که از گل ساخته خالق گلش خداست اون شکل مرغ ساخته شکل مرغ خب مخلوق نیست عمده ذرات مواد بشه مواد این مرغ کی ساخته خدا کی خالقه خدا اینا اینقدر فهمیدن تایی برشن 25 کتاب بردرد ما نیست اینا علمای اینها وای به جوهارشون خواهد بر سر این جوهاری که دنبال این دانشمند دانشون میرن اینا که دعوتی به شرک میکنن اینا دانشمندانشونه که 25 کتاب نوشتن که خیلی بگی خدا و هم خواهد هست آقای برغی میگی نه نفهمینه ما فهمینی برای یه همچه قومی به خدای واحده که تذکیه میگن من از این قوم فرار میکنه میرم اون جایی که همه میدینم هر کده که میدین طرف میرم اونجا این دین به درد نمیخوره این دین ها به درد نمیخوره بعد ها قل الله خالق کل شیء رو خدا خالق هر چیز و هو الواحد القهار این آیه را از حفظ کنید که آیه خوبیه خوبیش بسی چیه؟ این همه مطالب علمی داره اینا رو نمیده یک کسی من این آیه رو گفتم خیلی خوشحال شد چی گفتم؟ نه مطالب علمی شد نه یه مطلب خصوصی یه مطلب مجازی یه مطلبی که به هیچ دردی نمیخوره اون رو گفتم چنان عاشق این آیه شد که نمیده این مردم این هم مطالب علمی شد دردش نخورده گفتم آقا میدونی چه آیه چی ده قاف داره؟ گفت نه والا نمیدونی گفتم ها یه اگه آیه من سراغ دارم ده قاف داره گفت خب یه چیه گفتم پنج تا قول داره که هر قولش بندازی میشه یه دری رجا بکن ده قاف داره پنج تا قول گفت تو با خدا این آیه من میشه چنان عاشق این آیه شد این آیه رو میشه شد همه آیه که خوندم اما آیه داشت یاد داشت خود مردم ما اینه اگه ببین فران آیه پنج ده تا خواف داره حس میکنه اما این یکی بار گفته خیلی خدا رو نکن به اونجا که قرار اونجا که حاضر نمیشه ولی این آیه ده تا خواف داره ببینید من میخونم شما بشون قل من رب السماوات یک قل الله قل افتخذتم قل هل یسر الاعمى والبصير خلق او که خلقه همه قاف فتشابه الخلق علیهم قل قاف قل الله خالق و قل قاف خالق و کل شیء و هو الواحد القهار این آیه 16 سوره رعد این آیه 10 تا قاف بره 5 تا قول حالا من از این آیات که 10 تا قاف قاف بره یکیشو گفتم تمام این دانشمندان جمع کن یه چند تا آیه دیگه من سراغ دارم که ده تا قاف دارم اگر آمدن جواب گفتن بدونی که قرآن بود از قرآن بی خبره این پیشوایان شما از قرآن بی خبره برید دنبال کتاب آسمان انزل من السماء ماء خدایی که از آسمان آب نازل کرد فسالت اولیتون مقدرها سالت یعنی روان شد در وادی ها در چاله ها به قدرها هر چاره ای به قدر خودش به قدر در فیلیت خودش آب بیرو از اون بارا خدا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این باران باران رحمته در تحت هر سوره بسم الله الرحمن الرحیمه یعنی این سوره در زیر لوای الرحمن و الرحیم و رحمته خدای نادات رحمت نازل کرده ای دلهای بشری هر کدامتون به قدر استعدادتون از این آب رحمت و از این آیات قرآن استفاده کنید مثل اون چاله‌هایی که از باران میگیره
فرماید که فصالت اولیتون روان شد وادی ها به قدر ها هر کنون به قدر خودی فهتمر از سیل و زبدن را بیا این سیل در بر گرفت متحمل شد در بر گرفت اون چیزایی که آبه اونا رو نمیشه میگیم خار و خاشاک و اونا رو عرب میگه زبد در فارسی من نمیشه میگم روی آب یه آشقاله میگه رو آب اونا رو میگن زبد میگن این سیل روش زبد گرفته حالا میفر یعنی که یعنی میخواد بگه خرافات مهمومات زندگیات وهمیات توی حقایق قرآن گرفته شما بدانید هر سیلی میاد آشغال میاد روش اونی که مردم میبینن آشغالش میبینن حقایقش رو نمیبینن تحت ملد سیلو زبدن را بیا من حقایق بدون علیه فنا بس هست موقعی آقای باشه برای حقیق خدایا پروردگارا ما را به کلمات خودت آشنا بزن. الله